توابعی که تو الان نوشیم ریترن نداشت، یعنی چیزی برگشت نمیداد، فقط برامون چیکار میکرد؟ چاپ. الان میخوام یه سری توابع بنویسیم که مقدار به اون بر میگردن. اتنه خیلی از بچه ها مشکل دارن که مقدار که بر میگردن معنیش چیه. اصلا من میام بنویسم دف اسکوئر تاین مثل دفعه قبل، یعنی ایناش مثل همونه. اصلا میام میگم آر مساویه این به توان دو ریتن بکن چی رو؟ آر. ولی اینجا میام میگم اسکوئر اسکوئر پنج چیه؟ الان من اجرا بکنم چی بهم میده؟ پرینت صدا نزدیم که دقیقا ما چیزی به عنوان پرینت صدا نکرد، باید چیزی چاپ نکرد، درسته؟ درست اگر یه اسکوئر دی نوشته بودم که برام پرینت بکنه مثلا اسکوئر دو، به جایی مثلا میگفتم بیا پرینت بکن چی رو؟ آر رو اسکوئر دو 25 اسکوئر میکنه چاپ. خب الان اسکوئره که چیزی بر نمیگردونه، پس به چه دردی میخوره؟ من میتونم بگیرم اینو مثلا بریزم داخل اف، درسته؟ حالا بگم مثلا اف ضرب در 6 بریز مثلا داخل اس، بعد مثلا پرینت بکن اس، حالا چی میشه؟ میشه 25 و تمام دو میشه 5 و تمام دو میشه 25، 25 ضرب در 6 میزه داخل اس، اس میشه 105. اوکی. خب حالا شما یه تابلو نیستین کیوب، پس من اسکوئر دو رو پاک میکنم. اسکوئر دو رو چیه پاک کنم؟ اسکوئر رو بنویسین، یه تابلو نیستین به اسم کیوب، کیوب توان سه رو بهم برمیگردونه، همینه باشه همونیش بنویسین و تمرین بکنیم. یه نکته هم بگم حالا قبل اینکه کیوب رو بنویسین، یه لحظه من میام اینجا میام میگم پرینت بکن چی رو؟ نه چه پرینت کردم؟ اصلا کار با اینو ندارم، اصلا تابلو رو از ذهنتون بذارین کنم. میگم چیه برام چاپ بکن؟ نیم. چی چاپ کرد؟ می، درسته؟ حالا اینجا میگم آقا اینجا بیا پرینت بکن چی رو؟ حالا از اینجا میگم بیا ایمپورت بکن اسم اسم ماژولم چی بود؟ پی 4.1 بود، درسته؟ چی نوشت؟ ببینید اسمش چیه؟ پی 4.1. از بیرون که ایمپورت میکنم چی میشه؟ نیم مساوی چی میشه؟ از بیرون ایمپورت بکنیم میشه پی 4.1. ولی اگه از اینجا اجرا بکنم چی میشه؟ مین میشه، درسته؟ حالا اینا رو دوباره برمیگردونم سر پیش. از اینجا که من اجرا میکنم چی میشه؟ میشه مین چی؟ 150. این کارا رو انجام میده میشه 150. از اینجا اگه من ایمپورت بکنم پی 4 چی؟ 1 چی میشه؟ به جای مین چی می نویسه؟
چاری. خب وقتی من یه ماژول ایمپورت میکنم میخوام بدنش اجرا بشه، وقتی ماژول ایمپورت میکنم یعنی من اینجا وقتی ایمپورت میکنم منظورم اینه که بیام اینجا بنویسم پی 4.1.چی اسکوئر 10 ایمپورت میکنیم که از چی استفاده بکنیم؟ از توابعش استفاده بکنیم، درسته؟ ما از بیرون یه ماژول رو میخوایم توابع بچیم داخل ماژول، از بیرون چیکار بکنیم؟ ایمپورت بکنیم که از اون توابع چی است؟ حالا الان یه توابع نوشیم، توابع خیلی ساده است. مثلا توابع که نوشیم چیکار میکنه؟ تواندو. درسته؟ یه چند توابعیه. از طرفی هم نیم رو اگه دیدین وقتی از داخل اجرا میکنم به جای نیم می نویسه مین، ولی اگه از بیرون ایمپورت بکنم اس و تابع رو می نویسه، درسته؟ پس میام یک کلک میزنم. چه کلکی میزنم؟ اینجا میگم if اگر نیم مساوی چی بود؟ اگر نیم مساوی چی بوده؟ مین بود، بیایم بدنه رو اجرا بکنم. ببینید اینا رو میندازم اینجا. الان که اجرا میکنم چه مینویسه؟ 105. حالا اگه اینجا بنویسم ایمپورت بکن پی 4.1 الان چی میشه؟ دیگه اجرا. چرا؟ چون نیم مساوی چیه؟ پی 4.1 دیگه می نیست. چرا ایمپورت میکنم؟ برای اینکه از اون تابعی که نوشتم بتونم استفاده ببرم. اوکیه؟ یا نوکیه؟ ببین اگه از اینجا من اجرا بکنم نیم یه متغیر عمومیه، یعنی هست. اگه برنامه رو اجرا بکنیم همیشه مساوی مینه، ولی اگه از بیرون ایمپورت بشه میشه اسم تابع نیم. اون تا دوتا آندرلاینه، به دوتا آندرلاین میگیم دندر. به دوتا آندرلاین چی میگیم؟ دندر. من برمیگردم به برنامه قبلی که نوشته بودم. اینجا بعد اینا ببین اسکوئر دارم، ترنگل دارم، ترنگل آر دارم، ریک دارم، هیل دارم، ماونتن دارم، ولی رود، زمین، افغانستان، عربستان. اینجا چی می نویسم؟ اینجا می نویسم if چی؟ name مساویه name. بعد اینو به این صورت می ندازم اینجا. خب الان من اگه اجرا بکنم مثلا به جای 40 الان میدم مثلا 6، چی میشه؟ یه شیشه برم اجرا کنم. خب الان می‌رسم ایمپورت بکنم مثلا پی 4 رو، می‌رسم پی 4 دات چی مثلا؟ میتونم از ولی مثلا یه دونه ولی 10 تا برام اجرا کنم. یعنی اصطلاحا یه ماژول نوشتیم. خوبی ماژول این که وقتی ایف نیم می‌نویسیم دیگه از بیرون ایمپورت می‌کنیم دیگه بدنش چی اجرا نشه. این ایمپورت پی 4 نشه بدنش اجرا نمیشه. اوکیه؟ گفتم یه تار میخوام بنویسم به اسم کیو، درسته؟ دف کیو. کیو چرا میکنه؟ چی برمیگردونه؟
n به توان چند؟ سه. بعد مثلا میام اینجا چی صدا میزنم؟ میام میگم مثلا اسکوئر شروع مثلا پنج. چی نمیش؟ برد به توان 6. درسته؟ خب الان میخوام یه تابلو بنویسیم، یه عدد بگیره فاکتوریل عدد حساب بکنه برگردونه. فاکتوریل گفتم بهتون یا نه؟ مثلا 5 فاکتوریل چی میشه؟ ضرب در 3، ضرب در 2، ضرب در 1. شما میدونید چی میشه 5 فاکتوریل؟ ببین 5 فاکتوریل اینه، 5 ضرب در 4، ضرب در 3، ضرب در 2، ضرب در 1. چی تونست بنویسه؟ دف چی بود گفتم؟ فاکتوریل. درسته؟ فاکتوریل پیشفرض هم بهش میگم یک. خب وقتی میگیم مثلا 5 فاکتوریل یعنی چی؟ 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1. چیکار بکنم؟ بگین. آره میدم یک. درسته؟ میگم for i in range از چند شروع بکن؟ از n شروع بکن تا به صفر برسه. هر دفعه چکا بکن؟ یکی یکی کم بکن. a رو ضرب در مساوی چه قرار بده؟ i قرار بده. چیه؟ یه چند بکن a رو. مثلا بدیم 5، از 5 تا 0 میشماره، به 0 نمیشه چون 0 بشه 0 میشه دیگه. هر چی ضرب در 0 چی میشه؟ 0 میشه. میشه 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1. خب بعد مثلا میام اینجا میگم که فاکتوریال 5 چند شد؟ شد 100. اوکی. حالا یه تابلو میخوام بنویسین، یه عدد بگیره مقسوم علیه عدد رو برگردونه. اینو برنامه شو نوشته بودین درسته؟ مثلا میگیره 20، مقسوم علیه 20 چیه؟ 1، 2، 4، 5، 10، 20. نمیتون بنویسین و زمینی که بنویسین مخصوم علیه. درسته؟ دف اسمشو میذارم get div n مثلا 1. خب چی میگم؟ میگم ls. خب بایی یه لیست باید برگردم میده. درسته؟ خب کی حل کرده اینو؟ تمرینتون بوده، بگو چیکار باید بکنی؟ فور، اول یه فور باید بنویسیم. آی این رنج چیه؟ از 1 تا n بالایی. درسته؟ if اگر n درصد i مساوی چند شد؟ 0 شد. ls plus n append کرده اینجا. درسته؟ چی رو append بکن؟ i return بکن ls. مثلا میام میگم get div. نه متوجه میشین یا نه بچه؟ get div 20. یک دو چهار پنج ده. درسته؟ این ls یه لیست توهیه. آیا چند تا چند تغییر میکنه ایلیا؟ از 1 تا 20.
n به هر کدوم که تقسیم شد ls چیکار میکنه؟ i رو به ته ls اضافه میکنه. این مترادف با چی بود؟ با append بود. درسته؟ این مترادف با این. من میتونستم اینو با فور یه خطی هم بنویسم. اینو میارم میندازم اینجا. ایفر هم میارم میندازم اینجا. آی هم میارم میذارم اینجا. به چی به تهش اضافه میشه؟ for i range یک تنه بله یک. اگر n به i تقسیم شد چی به تای لیست اضافه بکن؟ i رو ببینید. این کروش ها رو ببینید. کروش ها باز و بسته شده هم با for if یه خطی. حالا چه اونجوری؟ چه اینجوری فرقی؟ نمیخوام. حالا گفتیم چی؟ عدد اوله یا نه؟ حالا اونو بنویسین. از این تابع هم استفاده بکنه. کافیه چند تا مقسوم علیه داشته باشه؟ دوتا. اونو میتونیم بنویسین. گفتیم چی؟ چه تابعی بنویسیم؟ is prime. درسته؟ دفعه اسمشو میذارم is prime. چی میگم؟ میگم ریتن بکن. قبل از اینکه ریتن میگم لنه get div n. ببینید get div n چی به هم میده؟ یه لیست میده. لن چیکار میکنه روی لیست؟ نه لن نه تعدادشون میده. ببین مثلا که اینجا این چی بود؟ لن اینو من بخوام بگیرم مثلا لن رو من بخوام بگیرم اون اینو برمیگردونه دیگه میشه 6. خب پس لن این میشه. حالا میگم لن مساوی چی باشه؟ 2 باشه دیگه ها. بعد اینجا اینو ریترنش میکنم. اگه این مساوی 2 شد که میشه ترو. اگه مساوی 2 نشد چی میشه؟ فالس میشه. حالا من اینجا میگم یا پرینت بکن مثلا is prime چی؟ 20. چی میده؟ فالس. مثلا اینجا میگم import بکن چی رو؟ اسمش چی بود؟ P41. درسته؟ میگم P41 dot is prime مثلا 101. 101 چیه؟ عدد اول. درسته؟ من میگم P41 dot مثلا فاکتوریال مثلا 30. ببینید یه ماژول نوشتیم که ماژولمون چی هست؟ داره تعابیر ریاضی داره کم کم داره جمع میشه. اسکوئر کیو فاکتوریال گت دیو ایس پرایم. حالا یه تعابیر میخوام بنویسم. یه عدد میخوام بگیرم تمام اعداد کمتر از اون عدد اول رو بهم بده. خب از این تعابیر میخوام استفاده بکنم. از این استفاده کردی؟ تمرینتون بوده دیگه درسته؟ گفتیم چی رو بنویسیم؟
دفه اسمشو میذارم پرایم. درسته؟ پرایم قراره چیکار بکنه؟ تمام اعداد اول کمتر از اون عدد رو به هم بده. درسته؟ خب میگم ls مساویه. ببینید میگم for i in range چند از چند تا چند از یک تا چی n به علاوه یک. if چی is prime چی بودش i بود. درسته؟ چی رو بهش اضافه بکن؟ آی رو بهش اضافه بکن. بیتر بکن. این شبیه همین فور هسته. یادتون هست یا نه؟ فور آی این رنج از یک تانه بلوی. اگر عدد اول بود چی رو به تهش اضافه بکن؟ آی. خب اینجا میگم آقا مثلا پرایم درسته یا نه؟ خب حالا عدد کامل چه عددی هستش؟ عدد کامل رو گفتم عددی که خودش و مجموع مقسوم علیهاش چیه؟ برابره. مثلا 6 مقسوم علیه 6 چیه میشه؟ 1 2 3 6. 6 رو میذاریم کنار، جمع که میزنیم 1 2 3 جمعش میشه 6. الان دوتا تابه میخوام بنویسیم، یه تابه میخوام بنویسیم که یه عدد بگیره ببینه کامله یا نه. ما مقسوم علیه ها رو میتونیم به دست بیاریم دیگه. داری یه تابه میخوام بنویسیم که یه عدد بگیره تمام اعداد کامل کمتر از اون عدد به هم بده. میتونیم بنویسیم ببینید این همینه. اسم تاور میذارم is complete. is complete چیه؟ درسته؟ میگیم سامش مساوی چی بشه؟ سام مساوی چی بشه؟ n. منتها اینجا من یه دو نقطه منهای یک میذارم. چرا دو نقطه منهای یک میذارم؟ چون وقتی مقسوم علیه 20 رو برمیگردونم چیه برگشت شده میشه؟ 1 2 4 5 10 20. خود 20 که نمیخوام باشه. دو نقطه منهج میذارم یعنی از اول تا آخر به غیر از آخری. درسته؟ خب پس شد is complete. is complete مثلا میام ببینم عدد 6 عدد کامل هست یا نه. is complete چی؟ عدد 6. چی نوشت؟ true. حالا این همین رو برای چی می نویسم؟ برای complete میگم چیکار بکن؟ for i in range از یک تانه بلوک اگر چی بودش؟ اگه چی بود؟ اگه کامل بود به چی اضافه بکن؟ به لس اضافه بکن. حالا میگم آقا کامپلت مثلا چی؟ 1000. ببینیم زیر 1000 چند تا عدد کامل. یه 6ه، یه 28ه. اسم تابمون چی بودش؟ get دیوه چند؟ 28. اینا رو جمع بزنیم 3 تا 4 تا 7 تا 7 تا 7 تا 14 تا 14 تا 14 تا 28. درسته؟ 490 هم همینجا. خب شد کامل is complete. حالا یه نکته میخوام اینجا توجه بکنید، این دوتا شبیه هم هستن یا نه؟ پرایم و کامپلت شبیه هم دیگه هستن؟
فقط چیشون فرق میکنه؟ خب من میرم یه تابل مینویسم، مثلا تابل چی مینویسم؟ مثلا مینویسم عدد هرچی، یه اف هم اینجا میذارم، درسته؟ چه گذاشتم؟ اف. به جای این is prime چی میذارم؟ باشو ببینید، یه تاب، یعنی یه تابه رو به عنوان ورودی دارم بهش میدم. خب منتها این چون داره ورودی میگیره، اف رو باید کجا باید بذاریم؟ اف رو میذارم اینجا فانکشن. اسمش چی میذارم؟ میذارم فانکشن. خب حالا اینو پاک میکنم، به جن چی مینویسم؟ مینویسم عدده، عدد چی؟ is prime با چی؟ با این هم is complete بود دیگه. به جای این چی می نویسم؟ می نویسم عدد is complete با چی؟ با n. مثلا این رو باید return باید بکنیم. این هم ریتم. پس یه تابه جدا نوشتم به اسم عدد، توی ورودی تابه چی دارم میفرستم؟ یه تابه دارم میفرستم. اگه به جای فانکشن، اگه به جای فانکشن is prime بذارم، چی به هم میده؟ اعداد اول کمتر از اون عدد به هم میده. اگه به جای is prime is complete بذارم چی بهم میده؟ اعداد کامل میده. درسته یا نه؟ حالا اصلا به جای complete میام میگم prime. دیدی؟ قدرت خدا پی بردیم یا نه؟ متنبه شدیم. یعنی یه تاب، ببین مثلا تاب به عنوان بود تاب نیست، اینو تو زبان سی، سی پلاس پلاس هم هست، ولی خیلی دنگ و فنگ داره. اینا خاله بچه ها یه تاب رو به عنوان بودیم تیم به تاب دیگه بدیم. اینم بنویسیم به نظرم. اینم یه اجرا بگیریم. اینو بزنیم خیلی طولانی.